أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. این سوره ایست که آن را فرو فرستادیم و عمل به آن را واجب نمودیم و در آن آیات روشنی نازل کردیم شاید شما متذکر شوید. یک از زن و مرد زناکار را ستازیانه بزنید و نباید رأفت و محبت کاذب نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود. اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند. مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد و این کار بر مؤمنان حرام شده است. و کسانی که زنان پاک دامن را متهم می کنند سپس 4 شاهد نمی آورند آنها را 80 تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها همان فاسقانند. اگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و جبران نمایند که خداوند آنها را می بخشد زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. کسانی که همسران خود را به عمل منافی عفت متهم می کنند و گواهانی جز خودشان ندارند هر یک از آنها باید 4 مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگویان است. در 5 بار بگوید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. آن نیز می تواند کیفر زنا را از خود دور کند به این طریق که 4 بار خدا را به شهادت طلبد که آن مرد در این نسبتی که به او می دهد از دروغ گویان است. و بار 5 بگوید که غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راست گویان باشد. و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود و اینکه او توبه پذیر و حکیم است بسیاری از شما گرفتار مجازات سخت الهی می شدید. سلمن کسانی که آن تهمت عظیم را عنوان کردند گروهی متشکل و توطئه‌گر از شما بودند، اما گمان نکنید این ماجرا برای شما بد است بلکه خیر شما در آن است. آنها هر کدام سهم خود را از این گناهی که مرتکب شدند دارند و از آنان کسی که بخش مهم آن را بر عهده داشت عذاب عظیمی برای اوست. تا هنگامی که این تهمت را شنیدید مردان و زنان با ایمان نسبت به خود و کسی که همچون خود آنها بود گمان خیر نبردند و نگفتند این دروغی بزرگ و آشکار است، چرا 4 شاهد برای آن نیاوردند. اکنون که این گواهان را نیاوردند آنان در پیشگاه خدا دروغ گویانند. اگر فضل و رحمت الهی در دنیا و آخرت شامل شما نمی شد به خاطر این گناهی که کردید عذاب سختی به شما می رسید. به خاطر بیاورید زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می گرفتید و با دهان خود سخنی می گفتید که به آن یقین نداشتید و آن را کوچک می پنداشتید در حالی که نزد خدا بزرگ است. را هنگامی که آن را شنیدید نگفتید ما حق نداریم که به این سخن تکلم کنیم، خداوندا منزهی تو، این بهتان بزرگی است. خداوند شما را اندرز می دهد که هرگز چون این کاری را تکرار نکنید اگر ایمان دارید. خداوند آیات را برای شما بیان می کند و خدا دانا و حکیم است. کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است
و خداوند می داند و شما نمی دانید. و اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نبود و اینکه خدا مهربان و رحیم است، مجازات سختی دامانتان را می گرفت. کسانی که ایمان آورده اید، از گامهای شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو گامهای شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر که را بخواهد تزکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنکه از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. کسانی که زنان پاک دامن و بیخبر از هر گونه آلودگی و مؤمن را متهم می سازند، در دنیا و آخرت از رحمت الهی بدورند و عذاب بزرگی برای آنهاست. در آن روز زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها به اعمالی که مرتکب می شدند گواهی می دهند. روز خداوند جزای واقعی آنان را بی کم و کاست می دهد و می دانند که خداوند حق آشکار است. زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک تعلق دارند و زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاکند. اینان از نسبت‌های ناروایی که ناپاکان به آنان می‌دهند مبرا هستند و برای آنان آمرزش الهی و روزی پرارزشی است. کسانی که ایمان آورده اید، در خانه‌هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید. این برای شما بهتر است، شاید متذکر شوید. اگر کسی را در آن نیافتید وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود. و اگر گفته شد بازگردید، بازگردید. این برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. بی گناهی بر شما نیست که وارد خانه های غیر مسکونی بشوید که در آن متاعی متعلق به شما وجود دارد و خدا آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می دارید می داند. به مؤمنان بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند. این برای آنان پاکیزه تر است. خداوند از آنچه انجام می دهند آگاه است. به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را از نگاه هوس‌آلود فرو گیرند و دامان خیش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است آشکار ننمایند و اطراف روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا بردگانشان کنیزانشان یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود
و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد و همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤمنان تا رستگار شوید. دان و زنان بی همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را. اگر فقیر و تنگ دست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد. خداوند گشایش دهنده و آگاه است. و کسانی که امکانی برای ازدواج نمی یابند، باید پاک دامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز گرداند. و آن بردگانتان که خواستار مکاتبه قرارداد مخصوص برای آزاد شدن هستند، با آنان قرارداد ببندید اگر رشد و صلاح در آنان احساس می کنید که بعد از آزادی توانایی زندگی مستقل را دارند. و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید و کنیزان خود را برای دستیابی به متاع ناپایدار زندگی دنیا مجبور به خود فروشی نکنید اگر خودشان می‌خواهند پاک بمانند. و هر کس آنها را بر این کار اجبار کند سپس پشیمان گردد، خداوند بعد از این اجبار آنها آمرزنده و مهربان است. توبه کنید و بازگردید تا خدا شما را ببخشد. ما بر شما آیاتی فرستادیم که حقایق بسیاری را تبیین می کند و اخباری از کسانی که پیش از شما بودند و موعظه و اندرزی برای پرهیزگاران. خداوند نور آسمان ها و زمین است. مثل نور خداوند همانند چراغ دانی است که در آن چراغی پرفروغ باشد. آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حبابی شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان. این چراغ با روغنی افروخته می شود که از درخت پربرکت زیتونی گرفته شده که نه شرقی است و نه غربی. روغنش آنچنان صاف و خالص است که نزدیک است بدون تماس با آتش شعله ور شود. نوری است بر فراز نوری و خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می کند. و خدا برای مردم مثلها می زند و خداوند به هر چیزی داناست. این چراغ پرفروغ در خانه هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده دیوارهای آن را بالا برند تا از دست برد شیاطین و هوسبازان در امان باشد. خانه هایی که نام خدا در آنها برده می شود و صبح و شام در آنها تسبیح او می گویند. مردانی که نه تجارت و نه معامله ای آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی کند، آنها از روزی می ترسند که در آن دلها و چشمها زیر و رو می شود. آنها به سراغ این کارها می روند تا خداوند آنان را به بهترین اعمالی که انجام داده اند پاداش دهد و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید. و خداوند به هر کس بخواهد بی حساب روزی می دهد. کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی است در یک کبیر که انسان تشنه از دور آن را آب می پندارد. اما هنگامی که به سراغ آن می آید چیزی نمییابد و خدا را نزد آن مییابد که حساب او را به طور کامل میدهد. و خداوند سریع الحساب است. یا همچون ظلماتی در یک دریای عمیق و پهناور که موج آن را پوشانده و بر فراز آن موج دیگری و بر فراز آن ابری تاریک است. ظلمت‌هایی است یکی بر فراز دیگری، آنگونه که هرگاه دست خود را خارج کند ممکن نیست آن را ببیند. و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده
نوری برای او نیست؟ آیا ندیدی تمام آنان که در آسمان ها و زمینند برای خدا تسبیح می کنند و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گسترده اند؟ هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را می داند و خداوند به آنچه انجام می دهند داناست و از برای خداست حکومت و مالکیت آسمان ها و زمین و بازگشت تمامی موجودات به سوی اوست. آیا ندیدی که خداوند ابرهایی را به آرامی می راند، سپس میان آنها پیوند می دهد و بعد آن را متراکم می سازد؟ در این حال دانه های باران را می بینی که از لابلای آن خارج می شود و از آسمان، از کوهایی که در آن است، دانه های تگرگ نازل می کند و هر کس را بخواهد به وسیله آن زیان می رساند و از هر کس بخواهد این زیان را برطرف می کند. نزدیک است درخشندگی برق آن چشمها را ببرد. خداوند شب و روز را دگرگون می سازد. در این عبرتی است برای صاحبان بصیرت. و خداوند هر جنبنده ای را از آبی آفرید. گروهی از آنها بر شکم خود راه می روند و گروهی بر دو پای خود و گروهی بر چهار پا راه می روند. خداوند هرچه را بخواهد می آفریند، زیرا خدا بر همه چیز تواناست. ما آیات روشنگری نازل کردیم و خدا هر که را بخواهد به صراط مستقیم هدایت می کند. ها می گویند به خدا و پیامبر ایمان داریم و اطاعت می کنیم، ولی بعد از این ادعا گروهی از آنان روی گردان می شوند. آنها در حقیقت مؤمن نیستند و هنگامی که از آنان دعوت شود که به سوی خدا و پیامبرش بیایند تا در میانشان داوری کند، ناگهان گروهی از آنان روی گردان می شوند. ولی اگر حق داشته باشند و داوری به نفع آنان شود، با سرعت و تسلیم به سوی او می آیند. یا در دلهای آنان بیماری است، یا شک و تردید دارند، یا می ترسند خدا و رسولش بر آنان ستم کنند؟ نه، بلکه آنها خودشان ستمگرند. سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داوری کند، تنها این است که می گویند شنیدیم و اطاعت کردیم، و اینها همان رستگاران واقعی هستند. و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد، چون این کسانی همان پیروزمندان واقعی هستند. آنها با نهایت تأکید سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرمان دهی از خانه و اموال خود بیرون می روند و جان را در طبق اخلاص گذارده تقدیم می کنند. بگو سوگند یاد نکنید، شما طاعت خالصانه نشان دهید که خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. بگو خدا را اطاعت کنید و از پیامبرش فرمان برید، و اگر سرپیچی نمایید پیامبر مسئول اعمال خیش است و شما مسئول اعمال خود، اما اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید شد و بر پیامبر چیزی جز رساندن آشکار نیست. بند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده تا بر جا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت، و کسانی که پس از آن کافر شوند
آنها فاسقانند و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و رسول خدا را اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید. گمان مبر کافران می توانند از چنگال مجازات الهی در زمین فرار کنند. جایگاه آنان آتش است و چه بد جایگاهی است. ای کسانی که ایمان آورده اید، بردگان شما و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده اند در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح و نیم روز، هنگامی که لباسهای معمولی خود را بیرون می آورید، و بعد از نماز عشاء. این سه وقت خصوصی برای شماست، اما بعد از این سه وقت گناهی بر شما و بر آنان نیست که بدون اذن وارد شوند و بر گرد یکدیگر بگردید و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمایید. این گونه خداوند آیات را برای شما بیان می کند و خداوند دانا و حکیم است. هنگامی که اطفال شما به سن بلوغ رسند باید اجازه بگیرند، همان گونه که اشخاصی که پیش از آنان بودند اجازه می گرفتند. این چنین خداوند آیاتش را برای شما بیان می کند و خدا دانا و حکیم است. و زنان از کار افتاده ای که امید به ازدواج ندارند، گناهی بر آنان نیست که لباسهای رویین خود را بر زمین بگذارند، به شرط اینکه در برابر مردم خدا رایی نکنند، و اگر خود را بپوشانند برای آنان بهتر است، و خداوند شنوا و داناست. بر نابینا و افراد لنگ و بیمار گناهی نیست که با شما هم قضا شوند، و بر شما نیز گناهی نیست که از خانه های خودتان، خانه های فرزندان یا همسرانتان که خانه خود شما محسوب می شود بدون اجازه خاصی غذا بخورید، و همچنین خانه های پدرانتان یا خانه های مادرانتان یا خانه های برادرانتان یا خانه های خواهرانتان یا خانه های عموهایتان یا خانه های عمه هایتان یا خانه های دایی هایتان یا خانه های خاله هایتان یا خانه ای که کلیدش در اختیار شماست یا خانه های دوستانتان. بر شما گناهی نیست که به طور دست جمعی یا جداگانه غذا بخورید، و هنگامی که داخل خانه ای شدید بر خیشتن سلام کنید، سلام و تحیتی از سوی خداوند، سلامی پر برکت و پاکیزه. این گونه خداوند آیات را برای شما روشن می کند، باشد که بیندیشید. مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند، و هنگامی که در کار مهمی با او باشند بی اجازه او جایی نمی روند. کسانی که از تو اجازه می گیرند به راستی به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند. در این صورت هرگاه برای بعضی کارهای مهم خود از تو اجازه بخواهند، به هر یک از آنان که می خواهی و صلاح می بینی اجازه ده و برایشان از خدا آمرزش بخواه، که خداوند آمرزنده و مهربان است. صدا کردن پیامبر را در میان خود مانند صدا کردن یکدیگر قرار ندهید. خداوند کسانی از شما را که پشت سر دیگران پنهان می شوند و یکی پس از دیگری فرار می کنند می داند. پس آنان که فرمان او را مخالفت می کنند باید بترسند از اینکه فتنه ای دامنشان را بگیرد یا عذابی دردناک به آنها برسد. آه باشید که برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است. او می داند آنچه را که شما بران هستید و می داند روزی را که به سوی او بازگردانده می شوند، و در آن روز آنها را از اعمالی که انجام دادند آگاه می سازد
و خداوند به هر چیزی داناست.